خط تولید موشک پدافند هوایی صیاد دو به بهره برداری رسید. وزیر دفاع با بیان اینکه این موشک دارای موتور با سوخت جامد با سامانه هدایت ترکیبی و قابلیت عملیاتی بالاست گفت موشک صیاد دو یک موشک پدافند هوایی برد متوسط و ارتفاع بلند است که بر اساس فناوری‌های روز دنیا طراحی شده است. افتتاح خط تولید موشک پدافند هوایی صیاد دو و خاتمه تحقیقات سامانه پدافند هوایی تلاش. شمارش معکوس. موشک پدافند هوایی صیاد دو برای تأمین تجهیزات پدافندی برای مقابله با تهاجمات هوایی طراحی و ساخته شده است. این موشک دارای موتور سوخت جامد با سیستم هدایت ترکیبی و قابلیت‌های عملیاتی بالاست. موشک صیاد دو یک موشک پدافند هوایی برد متوسط و ارتفاع بلند است که بر اساس فناوری‌های روز دنیا طراحی شده و قادر است انواع بالگردها، هواپیماهای بدون سرنشین و اهداف با سطح مقطع راداری کوچک و دارای سرعت و مانور بالا را در محدوده عملیاتی خود منهدم کند. قابلیت بالای ضد جنگ الکترونیک و ردیابی خودکار و مستقل را از دیگر ویژگی های این موشک پدافندی می توان برشمرد. ما قادر خواهیم بود تمامی اهداف پرنده را اهم از پرنده های هدایت پذیر از دور، همون پهپادها، موشک های کروز رو، هواپیما ها رو در انواع اون و همچنین موشک های بالستیک رو در آینده مورد هدف قرار بدیم که این توان بازدارندگی ما رو به شدت سامانه تلاش. سامانه پدافند هوایی برد متوسط و ارتفاع بلند است که برای مقابله با اهداف پرنده از جمله هواپیماهای جنگنده و بمب‌افکن به کار گرفته می شود و قادر است انواع بالگردها و هواپیماهای بدون سرنشین را نیز منهدم کند. سامانه تلاش برای آشکارسازی و ردگیری هدف موشک صیاد دو به منظور پوشش نقاط حیاتی و حساس کشور در مقابله با تهدیدات هوایی غافلگیرانه هواپیماهای مدرن جنگی طراحی و ساخته شده است که با تست‌های موفقی که انجام داده است در آینده نزدیک در چرخه تولید قرار می‌گیرد. وزیر دفاع با بیان اینکه این تجهیزات پیشرفته حاصل مجاهدت و تلاش متخصصین زبده و کارآمد سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع است، پدافند هوایی را از اولویت‌های بخش دفاع دانست. ما در پدافند هوایی به عنوان یک اولویت اساسی در مجموعه نیروی مسلح و در صنایع دفاعیمون هم سرمایه گذاری بسیار گسترده و جدی رو انجام دادیم و الحمدلله زیر ساختهای بسیار خوب فراهم شده و متخصصین ارزشمندی رو امروز در اختیار داریم که قادرن تمامی نیازهای ما در پدافند رو در همه سطوح بردها و ارتفاعها فراهم کنن. به گفته متخصصان دفاعی کشور با تولید موشک پدافند هوایی صیاد دو توان نظامی و دفاعی کشور به نحو چشمگیری افزایش یافته. سید حسین کاظم‌نیا، شبکه خبر.